دامنه شفق آلود احد که سرشار از لحظه های ارغوانی مردان اروج کرده بود، غافل از رفتار وحشیانه و ناجوان مردانی دشمن، گل زخم های زره پیامبر صلی الله علیه و آله را تماشا می کرد. همان دشمنی که سینه عشق را، سینه شهادت را، سینه مهربان حمزه علیه السلام را نشان رفته بود. حمزه علیه السلام جوان مردی بود که خون پاک هاشم در رگ داشت و سیرت آسمانیش تندیسی از مروت و رشادت از او ساخته بود. حمزه علیه السلام در نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله تلفیقی از مهربانی و شجاعت بود، مهربانترین در بین خیشاوندان حضرت رسول و شجاعترین در دفاع از پیامبر و مقابله با ناراستی های نامردمان قریش. حضرت حمزه علیه السلام شهید سرفرازی است که لیاقت سید الشهدایی یافت، شهیدی که در لحظه های غریبانه شهادت مونسی جز خدا و هنگام تعزیت عزاداری جز فاطمه علیه ما سلام نداشت، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله با تأسف تمام فرمود ولکن حمزه لا بواکی له اليوم. شهدای احد را گریه کنندگانی است، اما حمزه امروز گریه کننده ای ندارد. آنگاه دلهای مؤمن گریستند و بسیار گریستند بر شیر مرد بیشه ایمان که تا آخرین لحظه زندگیش از پیامبر صلی الله علیه و آله و اعتقاداتش دفاع کرد و بهای وفاداریش را به خوبی پرداخت. سلام بر تو ای وفادارترین عموی پیامبر، سلام بر تو که در بین شهدا بهترینی، سلام بر تو که شیر بیشه ایمان، شیر خدا و شیر میدانهای نبرد در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بودی. به خدا که تو در راه دین خدا جل جلاله و پیامبر با بهترین توان جنگیدی و از اعتقادات خود و پیامبر خود دفاع کردی، دفاعی جانانه تا هنگام شهادت، آن هم شهادتی شایسته تو. درود بر تو که مرثیه احد با سوگ تو وصف ناپذیر شده است و داغ سوگ تو سخت ترین داغ ها در دل پیامبر صلی الله علیه و آله بود، همان پیامبری که وجود پر مهرش را بی احترامی قریش نمی آزرد، ولی چگونگی شهادت تو خشم آن حضرت را برانگیخت. دست شفاعتت ما را در روز جزا فراموش نکند انشاءالله. السلام علیک یا عم رسول الله، السلام علیک یا خیر الشهدا، السلام علیک یا اسد الله و اسد رسوله.